شده باید درست در راه انداخته؟ نه با باید فرهاد کنتتون کرده. خیال میکنه شبا بره درد بخونه، میتونه کارگر را کار میکار کنه؟ یالا بره در سالون آهی رئیس میخواه با تون صحبت کنه، یالا بجام برید فرهاد با تو هم، فرهاد با تو هم این هشنفتی بلا چردم اگه کوری با تو هم. چی فرمودین؟ مگه نشنیدی من صداد کردم؟ کی منو سر زدی؟ بابا من که هنجرم باره شد. خب بده بخیش بزنم، من که چیزی نشنیدم. داد زدن نمیخواد، ملایم بگو برو آدم میره. حضرت آقای معدل بفرمایی ته سالون. بابا بلندتر بگو آدم بشنو. بابتا باره ته سالون. خیلی خب داد چرم زنی رفتم. گوش کنین کارگران عزیز، سال قبل در اثر سعی و کوشش شما کارخانه ما در بین تمام کارخانه های سردار اقتدار مقام اول را از حیث محصول به دست آوردیم و حالا به شما مژده میدم که زحمات شبانه‌روزی شما باعث شد که از طرف جناب سردار برای من پاداش و اضافه حقوق برسه. نفهمیدم، زحمت شما کشتیم پاداش و اضافه حقوقش برای شما رسیده؟ خیلی مسخره. بله فرقی نمیکنه، من تشویق بشم مثل اینکه شماها شدین، من پاداش بگیرم مثل اینکه شماها گرفتین، من اضافه حقوق بگیرم مثل اینکه ما گرفتیم. شما چلا چلا بخورین مثل که ما خوردیم. ما خفه بشیم مثل آقای رئیس خفه شدن. چی شد؟ کی بود؟ هیچی آقا، گفتیم ما و شما یکی هستیم، فرق نداریم که. بله کاملا درسته. بله. و برای اینکه مجددا بتونیم مقام اول رو به دست بیاریم، شماها باید فداکاری بکنین و روزی دو ساعت بیشتر کار کنین. اضافه کارش با کیست؟ اضافه کارش آقای رئیس میگیرن مثل که ما گرفتیم. آقازادش رو میفرستن اروپا تحصیل کنه مثل که ما میریم تحصیل بکنیم. اگه یه هفته دیگه اخلال کنی انقدر میذارم که بیمیری. ما بیمیریم مثل که آقای رئیس مردن. فرهاد بس دیگه، اگه زیاد فضولی کنی دستور میدم اخراجت کنن. مگه بی خودیست؟ نمیتونه اخراجم بکنی؟ من رفتم درس خوندم که طبق قانون کار بتونم از حق خودم دفاع بکنم. زحمت شما میکشیم، اضافه حقوقش شما میگیرین، او میگین مثل که شما گرفتین، تازه میخوام بیرونم بکنین، زیر اومدی قور به سب. خبشو حسابشو بکنیم از زیرش بیرون. یانا یانا دیدیدش، شما نمیتونی منو بیرونم بکنین. 14 سال توی کارخونه کار بکنم، زحمت بکشم، میرم تهرون به سردار اقتدار شکایت بکنم، بابای من اونجا همه کاره است، باقبونشه. ایاب جنا همه چیز به سردار اقتدار میگم. من سردار اقتدار صاحب این کارخانه هستم و به شما امر میکنم نباید انقدر به کارگران مرخصی بدید. اگه به کارگر رو بدید از زیر کار در میره، تنبل میشه. من شما رو مدیر این کارخانه کردم که به نفع من کار بکنید، نه به نفع کارگران. ولی اون دو نفر کارگر مریض بودن و باید استراحت میکردن. یعنی چه؟ مگه من استراحت خانه باز کردم؟ هر کس مریض شد بندازیدش بیرون. برید تو شهرستان از مدیرای کارخانه های من یاد بگیرید که چطوری از کارگرا کار میکشن. تا روزی که من رئیس این کارخونه هستم، هر کارگری که مریض بشه بیرونش نمیکنم، بلکه کمکش میکنم که معالجه بشه. پس بفرمایید شما به عوض اینکه رئیس کارخانه من باشید، وکیل مدافع کارگرا هستید. در این صورت بهتر یک شغل دیگه‌ای برای خودتون انتخاب کنید. من ترجیح میدم همیشه بیکار باشم، ولی به دستور شما و امثال شما خون کارگرا رو تو شیشه نکنم. سردار، من از اول میدونستم این جوانای فرنگدفته به درد مدیریت کارخانه نمیخورن. اگه اجازه بفرمایید من مدیر کارخانه بشم تا ببینید چطوری پوست کارگرا رو الفتی میکشم بیرون. پیشنهاد خوبیه، ولی من پیشنهاد بهتری برای چه پیشنهادی قربان؟ برو امیر. اینقدر سنگ برادرت سردار اقتدار به سینه میزنی، میخواستی بهش بگی اگرش من نده زندش نمیذارم. پسر برو دست بردار، برادرم دخترشو به تو نمیده. زمین تا آسمون با هم فرق داره. آخه چطور ممکنه برادرم
دخترشو به یه آدم قمارباز و لاوبالی مثل تو بده. از یه پدر دامون خان توقع داشتی چه به سری به وجود بیاد؟ در عوض از حسادات بیشتر به الکل برای هم بیبردی، بیش توجهی هم به من نداشتی. مسئول بدبختی من تو و عموم هستین، اما من نمیذارم سردار راحت زندگی کنه. هم دخترش مال منه، هم ثروتش. چی کار میخوای بکنی؟ تو آراغ تو بخور تن لش. ملاحظه بفرمایید قربان، محصول امسال نسبت به سال گذشته دو برابر در این قسمت محصولات رو بسته‌بندی میکنن و بلافاصله برای توزیع بین فروشندگان آماده میشه. بچه ها سردار داریم، سوار شو بریم دنبالش. با این سرعت اگه لاستیک بتره که ماشین چند تا ملق میزنه خود به خود مخش میاد تو دهنش. رویسه مسئولیتی هم برای هیچ کادممون نده. چی شده این سرعت چی؟ بردو نزدیک پنجر شد. خیلی خوب بزن، مواظب باش، مواظب باش. الان ملق میشه. سعی خودمو کردم ولی حالش خیلی خطرناکه، باید سلامتیشو از خدا بخواید. سرنگو بده من. مرسی. جناب سرور ممکنه ازتون بپرسم که حالش نمیدونم آقای خواهش کردم آقای تاسم آقا تو خواهش کردم بفرمایید آقا خواهش بریم بکنم تو همینجا نگردم کمی نرکی قلبی داشت ولی نمیتونه که بستنی باشه. ببرمه متشکرم. ببخش آقا اینجا چه خبره؟ سردار اقتدار سرمایه‌دار معروف سنگکوب کرده. چی کوب کرده؟ سنگکوب کرده یعنی سکته کرده. مرده؟ نزدیکه. اینا منتظرن ببینن طرف کی میمیره، برن زودتر خبرشو چاپ کنن. ای وای من باشون کار داشتم، کاش دو سه روز مردنشون رو عقب مینداختن. چه کارشون داشتی؟ یه عرضه داشتم میخواستم بدم خدمتشون. بهتره تبرش کنی یه بار که بفرستشون دنیا، به شرط که نامه رسونش هم خودتون باشین. چه؟ ده بله. آقا جون نمیشه بری تو. ای من مادر همه خونه دستور آقا جون نمیشه کار بکنه. آقا جون بفرم کجا میره؟ این چو چک بار گم شو مگر اونو سردار سنگکوب کرده؟ بفرم اطرافیا برن، اطرافیا برن، اطرافیا برن. Bye-bye.
آقا. ببینم بابا چه بوی خوبی میدی؟ آره بابا داشتم کود میریختم پای گلا. خب چطور شد من قافل اومدی تهرون؟ ایچی بی خودی از کارخونه بیرونم کردم اومدم دوتا بری پیش سردار شکایت بکنی. او تو هم عجب موقعی رو انتخاب کردی، سردار یه پاش این وره گورز یه پاش اون وره گورز. شنیدم چرا اینطور شدست؟ کم به مردم ظلم کردست، هرچی هست نتیجه عملی خودشو میبینه. خب پسرم من برم موتور رو خاموش کنم، بعد بیایم بشینیم یه چایی با هم بخوریم که خستگی در بره. های داری چایی درست کن، آب چایی 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 برو بابا برو برو چایی درست کن. دیدی من پسر مشهد رو با آقا بولم. دخترم. بله. بیش بله پدر. حس میکنم دیگه چیزی به آخر عمرم نمونده، مردنیم. پدر این حرفا چیه؟ شما خوب میشی؟ دیگه از خوب شدن من گذشته. دلم میخواد این دم آخر عمر خیالم از طرف تو راحت باشه. من دشمن زیاد دارم، دشمنای من بعد از من مزاحم تو که تنها وارثم هستی میشن. تو میگفتی مرد با ارزشی رو دوست داری، میخوای باهاش ازدواج کنی. این مرد قابل اطمینان هست؟ بله پدر جون. به خودت علاقه داره یا به ثروت من؟ اون به ثروت ما احتیاج نداره، پدر خودش یکی از ملاکین بزرگه. قرار بود همین روزا بیاد خدمت شما و من از شما خواستگاری بکنه. خیلی خوشحال شدم دخترم. همین حالا برو بیارش اینجا، میخوام دست تو رو بگذارم تو دستم. پدر اگه اجازه ببین من میترسم دیر بشه. برو گفتم بر بیارش. چشم پدر، حالا تلفن میکنم بیاد. دکتر نفسم در نمیاد. اکسیژن خانم پرستار. بله اومدم. آیش بکنم شیر اکسیژن رو بست. شیراز بر میگرده کمی امروز بیدوش. متشکرم. مخدوم نمیدونم خانم، پدرتون منتظر جوابش زن. خب تلفن زدم بیاد دیگه. دکتر میگه هیچ امیدی نیست، شاید تا چند لحظه دیگه. خانم نذارید پدرتون مایوس و ناامید از دنیا بره. تو رو خدا راحتم بذار. سلام دخترمو. کیو میخوای پیدا کنی؟ شاید دنبال من میگردی. آرزو به دلمون که دفع دخترمون به حرفای من جواب بده. خب عموم حالش چطوره ها؟ چطور شد حالا که پدرم دم مرگی اومدی دیدنش؟ بر این که بعد از مرگش کسی که بعد از تو مواظبت بکنه منم که پدر من هنوز نمرده و هیچ احتیاجی به مواظبت تو ندارم. تو چه بخوای چه دوست دارم. بلم کن. بذار ببوستم از عزیزم. بلم کن بایلو داد میزنم. تو خونه ای که مریض بلم کن. بارو گوش لاله پتی خوشو ترکیبت برم.
گردن کلوف زوره فقط به این لاله و به این ضعیفه رسیده است. زورم به تو گردن نازک هم میرسه. نفهم نه، حالا که این گردن نازک شد تبرم نمیدازدش. اما من میدازم. یکی دیگه بزن ببینیم. یکی دیگه بزن دیگه بزن. برو گمش کن. نه ترسی باز گرفتیم لاله. بایست ببینم دیگه بله دیگه بزنم شده. دیدی گفتم گردن رو تبر نمیندازه؟ اصلا تو چی کاری؟ خودت چی کاری؟ من همه کاره. منم هیچ کاره؟ من پسرموی مهتابم. تو غلط کردی؟ ما خود به خود با هم نام زدیم. نام زدیم؟ عقد ما رو تو آسمونه بستن. عقد ما رو تو زمینه بستن، درسته؟ آه خدا رو شکر نام زدتون به موقع رسیدن. سلام علیکم. سلام علیکم قربان. سلام کجل خان، حالت خوبه؟ چشمت گوشه. پس نامزد مهتاب تو نسناسی؟ پس خیال کردی تو رقاصی؟ آه خواهش میکنم عموتون مریضن، رعایت بفرمایید. خیلی خوب، اون مریضه حرفی نمیزنم. منم چون فعلا پدر نامزدم مریضه حرفی نمیزنم و الا پدرت در میآوردم. بالاخره معلوم میشه کدوممون نامزدیم. من نامزدم. آها خیلی متشکرم که کمکم کردی. قابل نداره خانم. مهتاب خانم، حالا جایی این حرفا نیست، پدرتون میخواد نامزدتون رو ببینه. بله مرتب سراغ شما رو میگیرن. بفرمایید پس بیاین بریم. خواهش میکنم. نه کدوم خریه براتون میگم. کجا من باید بریم خدمت سردار؟ هر چه زودتر شما رو ببینه. اتفاقا منم با پدرتون کار دارم، میخواستم ببینمشون. شما بریم به پدرم اطلاع بدین که من الان با نامزدم میایم خدمتتون. نفهمیدم، فرمودین نامزد؟ بله الان خودتون گفتین. من به گور پدرم خندیدم. من خواستم شما را از شر اون نره خر خلاص. نین آقا تا حقیقت رو براتون بگم، پدر من داره میمیره. خدا رحمتش کنه. آخرین آرزوش اینه که قبل از مردنش دست منو بذاره تو دست نام زدم، اما متاسفانه اونم رفته مسافرت. میترسم پدرم با وجود اینکه از پسرم اون بدش میاد از شدت ناراحتی راضی بشه من با پسرم اون عروسی کنم. خب میفرما من چیکار بکنم؟ میخوام از شما خواهش کنم به خاطر کمک به من فقط چند دقیقه نامزد من بشین. باشه میشه. چی؟ نومزد شما بشم؟ بله فقط چند دقیقه. خیلی خوبه، اگه اجازه بدین این خدمت برای همیشه انجام بدم. متشکرم، اما آخه من بهرام نامزدم و دوست دارم. خوب قبول کردی؟ پس ما فقط چند دقیقه کمکی باشیم. خیلی خوب، بریم. خیلی متشکرم. بریم جناب سردار منتظره. منتظر من؟ آخه لباسامو مهم نیست، شما خود خدا ببینم این مزل هر دم چیه. انجاش همینجا. آره زودتر تونتر خود این خواهش. مگه چی شده؟ هیچی. ای خدا حالشون خراب. پدر جون آوردمش. سلام علیکم. بیا جلو پسر، بیا. چش قربون. بیا. اجده هفت سفر بباش. سلیقه خوبی داری دخترم، از ظاهرش پیداست که جوان برومندیه. باطلم برومندست. یعنی ظاهر باطنم یکیه. پس میخوای بگی غلبن دخترم رو دوست داری؟ من که همچه غلط کردم؟ من دخترش رو میپرستم، میمیرم براش. بنشین. چش. خب یک کمی از خانوادت تعریف کن. خانوادم؟ بله. کدوم خانواده؟ از پدرت، از مادرش. والا مادرم عمرش داده به شما، اما پدرم هنوز نداده به شما، بعدم میده به شما. مهتاب میگه شما از خانواده ثروتمندی هستید، پدر شما ملاکه؟ نخه دلاک نیست؟ بله منظورش اینه که ملاکه. آره بله بله. درآمد ماهیانه پدر در حدود چقدره؟ افتخوش تا
200 تا 250 تومن است. 250000 تومن؟ 250000 تومن؟ نه قربان، منظورم شکست نفسی نکن پسرم. ما میلیونرها بایستی مقدار ثروت خودمونو از دیگران مخفی نگه داریم. دخترم به این حسن انتخاب تبریک میگم. خب بازم از زندگیت برام تعریف کن. چی بگم قربون؟ اینقدر به من نگو قربان. تو مثل مهتاب منو پدرم صدا کن. فهمیدی پسرم؟ بله پدرم. حالا پدرت کجاست؟ کدوم پدرم؟ اون پدرت. اون پدرم الان تو باغ است. تو باغ؟ بله، اون همیشه تو باغ و ملک و از اینجور جا هست دیگه. پدرت چقدر زمین داره؟ کدوم پدرم؟ اون پدرت. اون پدرم اولو تو تقریبا دو میلیون هکتار. بگو دیگه چرا خجالت میکشی؟ بله 2 میلیون هکتار به غیر از کلی باغ و ماغ و 2 میلیون هکتار؟ اون وقت من بیچاره فقط 15 تا کارخونه دارم. چقدر کم بیچاره؟ دلم برای بابات میسوزه. خب حالا مطمئن شدم که دخترمو برای خودش دوست داری پسرم. بله پدرم. حالا وقتشه که اسرار زندگیمو برای تو که داماد آیندم هستی بگم. نه لزومی نداری چیزی بگی. چرا نگم؟ بیا جلو پسرم. چشم پدرم. من اونو خواسته بودم که اسرار زندگیمو بهش بگم که بعد از من بتونه ثروت تو رو نگهداری کنه. پدر شما نباید این کارو بکنید. آخه این اونطور که شما فکر میکنین نیست. این از اونی که من فکر میکردم خیلی هم بهتره. آخه اینقدر ناراحتشو نکن عزیزم، مریضن. بفرمان پدرم. این انگشتر اجدادی ماست، نسل به نسل گشته و حالا متعلق به توه. بگیر دخترم. خودت دست نامزدت کن. پدر جون این انگشتر براش تنگه. ببینم چی میگه تنگه؟ اتفاقا گشاده، رفت تموم شد. بیا اینم کلید گاف صندوقه، اسناد تمام ثروت من که عبارت از 15 کارخانه، چندین ساختمان، به اضافه 8 میلیون تومان پول نقد که در بانکه، در اختیار تو و دخترم مهتاب خواهد بود. پدر شما نباید همه اینا رو به دست این بسپارین. منظورم اینه که این خودش 1000 تا کار داره. من کجا 1000 تا کار دارم؟ یه دونم ندارم. بفهم پدرم. پسرم از امروز تو باید رئیس کارخانه باشی. همین حالا با مهتاب میرید کارخانه، خودت براشون نطق محکمی میکنی که ازت حساب ببرن. اگه میخوای این ثروت همیشه برات باقی بمونه، باید شب و روز از کارگرا کار بکشی. فهمیدی پسرم؟ بله پدرم. پدرشونو در میارم، کاری میکنم که روز 3 ساعت اضافه کار افتخاری بکنم. در غیر این صورت باید تیپای بیرونشون میکنم. آفرین پسرم. بلنش خانه رو بدون سرپرست نباید بگذاری. ولی آخه پدرشون. بریم عزیزم، مگه نمیدونی کارخونه بی سرپرستی؟ این پسره گردن کلفت تا حالا ندیده بودم. اصلا نفهمیدم چه وقت نامزد دخترمون شده. خلاصه اگه دیر به جنبی ممکنه تمام نقشه‌هامون به هم بخوره. از اینجا جنب نمیخوریم تا بیاد بیرون حسابش برسی. برانندن بگون زودتر ماشین رو حاضر کنه بریم کارخونه. ماشین حاضره، بفرمایید. خوب است. خوب شد یادم میاد. در ضمن از امروز حقوق دو تا باغبون اضافه کنی. اون لالیه 2 برابر، اون پیرمرده 4 برابر. خب خانم دیگه معمولیت ما تموم شد، بفرمایید. این کلید گاف صندوق پدرتون، اینم انگشتر جاده آبادون. حساب شده چه در نمیاد. بهتره بذارین انگشتر سر جوش باشه، البته فقط برای 1-2 ساعت دیگه. برای چی؟ شما به پدرم قول دادین برین کارخونه، ممکنه تلفن کنه بپرسه. آخه خانم من کار و زندگی دارم، باید برم اصفهان. خواهش میکنم تا 1-2 ساعت دیگه نامزدم میاد و شما از این گرفتاری راحت میشین. کلید گاف صندوق من بفهم برین. بدبختی پیدا کردم، من که نمیتونم رئیس کارخونه باشم. باید ریختم.
ثانیه بود. بریم دنبالش. یه جایی خلوت بکشینش پایین، اینقدر بزنینش که رای خونه اونو گم کنه. مواظب باشیم به دختره اون صدمه نرسه. بریم. را بیاو. نمیدونم، شاید بنزین تموم کرده باشم. بشین تا هم بیام. این ماشین چرا اینجوری وایساده؟ یه جاده از این وریه. چرا رو به قبله وایسادیم؟ جاده اینجوریه است یا اینجوریه است؟ ماشین عیب کرده است؟ خودت اون عیب داری؟ چه لال شدی؟ فرهاد بگی مگه ارزه نداری بزنیشون؟ چرا بابا نگاه کن چی میگن؟ آی دماغم یالا بلند شو خودت به موش برده که نزده بلند شو بنام یالا دو شد بوده بخشی مرتب بلند شو خودت بنام پد سوخدای گردن خلوب دیمی بابا متشکرم خوب حسابشون رو رسیدینا من فکر نمی کردم اینقدر با اقتدار باشین پس خیال کردی فقط پدرت اون سردار اقتدار است بیم بریم لب جوی آب بیاین اینجا دست روتون رو تمیز کنیم چی دوره اصلا لخشم برم تو آب شنا کنم نه شما به خاطر من خیلی خودتون رو به زحمت انداختی قابل نداره همشیره ما کاری نکردیم چرا؟ شما نسبت به من خیلی جوان مردی کرد شما خیلی خوبی خودم میدونستم جون چیز من خانم کارخونه دیر می شده آه راستی فراموش کردم بریم کارگران عزیز و شرافتمند درود فراوان من و سردار اقتدار به شما و بازوهای توانای شما از امروز قرار شده من رئیس و سرپرست همه شما باشم اما با همه نداشته باشین چون منم از شما کارگرم و کارگره که میتونه به درد کارگر برسه نه سردار اقتدار گردن کلوف چی داری میگی؟ از امروز حقوق همه شما اضافه میشه و مطابق قانون کار همه باید 800 کار بکنین و هیچ کس حق نداره از شما اضافه کار مجانی و بدون مزد بخواد چه حرفایی که پدرم زد نمیگی؟ الان میگم کارگران عزیز ببخشید من از شما انتظار دارم که کارتون رو با دقت و دلسوزی انجام بدین تا مصنوعات مملکت ما به تمام دنیا صادر بشه منم قول میدم همونطور که شخص اول منو کرد اراده فرمودن شما رو در سود کارخونه شریک بکنم این حرفا چی بود زدی؟ چرا اون چیزاییه که پدرم گفت نگفتی؟ بنده همیشه حقیقتشو میگم یک زیر باری تقلب میمیرم چاخان و دروغ بود خودی اون بابات است پشتی هم انداز جنابی آقات است برو نمیخوام کلیخت تو ببینم دیگه نمیخوام کنارت بشینم تو حق بازی همین دروغی حالا میبینم که خیلی دروغی
خوب به من چه؟ بابا مهر داره خیلی. خوب به من چه؟ تو هم روح داری خیلی. خوب به تو چه؟ هیاهو داری خیلی. خوب به تو چه؟ میدونی چیه تمشیره؟ اصلا دیگر انگشت درت رو من نمیخوام، من دلبری زیبا و سیمین تن نمیخوام، اینم کلید بگیر برو ما را رها کن، برو با هر کس که دلیت میخواد وفا کن. بگیر انگشت درت رو در نمیاد، در نمیاد، در نمیاد. بگیر مال پدرت رو در نمیاد، در نمیاد، در نمیاد. کلیدارت نمیشم، وای نمیشه، وای نمیشه، وای نمیشه. میشه خریدارت نمیشم، وای نمیشه، وای نمیشه، وای نمیشه. دیگه یارت نمیشم، وای نمیشم، دم تی بی تیم پیاده میشم. برو بریم تی بی تی. سلام پدر. سلام دخترم. پسرم کجاست؟ نمیدونم پدر، رفت. رفت؟ چرا گذاشتی بره؟ چه میدونم، دلش خواست، لابد کار داشت. چه کاری مهمتر از کار من و توست؟ چه کار کردید؟ چطور شد؟ تورای کارخونه سه نفر جلوی ماشین رو گرفتن، میخواستن فرهاد رو بکشن. عجب. ولی اون همشون رو زد و رفت. آفرین، پس معلوم میشه مرد شجاعیه. ولی خوب حرف نزد، من از طرز حرف زدنش با کارگرا هیچ خوشم نیومد. سخنرانیش اصلا مهم نیست، کسی که تونسته سه نفر رو مغلوب کنه حامی خوبی برای توست دخترم. برو زود بیارش. برو. ولی آخه پدر جو... گفتم برو. بله مهتاب خانم، خواهش میکنم بیشتر از این پدرتون عصبانی نکنید. برو، برو به مهتاب خانم بگو بیاد اینجا. بگم شما کی هستی؟ من بهرام، نامزد مهتاب خانم هستم. نامزد مهتاب خانم؟ دیدی ما چه تو گرفتم؟ یعنی چی؟ برو از اینجا بیرون، حق باز. مهتاب خانم خودش نامزد داره. چی میگی؟ برات کتوله؟ غیر از من کی میتونه نامزد مهتاب باشه؟ نمیذارم از اینجا جام بخوری. به قد من نیفرن کنم جم رشید خان. این حق باز میگه من نامزد مهتاب خانم هستم. از استقبار گرمتون متشکرم. بهرام خوب شد اومدی، بیا بریم نامزدمو بیاریم. چی نامزده؟ آره فعلا جای این حرفا نیست، بیا تو را برات تعریف میکنم. بیا منو با ماشینت ببر. فرهاد مسافر اصفهان. بس بابا برو. نگردان، نگردان. سب کن، من سوار بشم، سب کن. چرا اینقدر دیر تشریف میاری؟ چقدر باید داد بزنید؟ من اصلا صدا شما رو نشیدم، یه خورده بلندتر داد بزن آدم بفهمه. یعنی حنجره من پاره بشه؟ ای بیداره. بفرمایید بالا. حالا شنیدی؟ من که چیز نشیدم. فرهاد باز چی شده؟ لابد نامزدی باید یه سر دیگه تجدید بشه، ها؟ آره، پدرم فوری شما رو خواسته. لا اله الا الله، بر اون پدر. آقا چی کار داره میکنه؟ آخه خانم من اصفهان کار زندگی دارم. خواهش میکنم، پدرم اصرار داره شما رو ببینه، میدونین که دم مرگه. خانم جونم داره دست این آقا به لبم میرسه، تکلیف من چیه؟ اینم راست میگه، پدر شما دم مرگه، اینم از دست من جونش به لبش رسیده. من نمیدونم تکلیف من با این دوتا مرده چی چیه. خواهش میکنم فردا برین اصفهان. آقا جان اتوبوس معطل، خواهش میکنم. وقتی که خانم میگه بیا، بیا دیگه پسر. به شما چه مربوطه؟ خانم ایشون راننده تازه شما؟ نه، این بهرام نامزد منه. آه، پس یه آقا نامزد اصلیه. خوشبختم، منم نامزد بدلی هم. سلام علیکم. دستش. خب یه نامزد هستی که تشریف آوردن با ما کاری نداری، خداحافظ شما. لابد کار دیگه ای باهات داره، یالا بیا سوار شو. انگار نوکرش رو حرش میده، قیافش مثل برج زهرمار میکنه. بهرام چرا اینجوری میکنی؟ حیف من نبود منو به جای این جونور قالبم کردین؟ حرف دهانتو بفهم، یالا برو سوار شو. چی دستورم میده؟ من اصلا نمیام. با اون چی کار داری؟ من از شما خواهش میکنم. میام به شرط این آقا دنبال ما نیاد. پس میفرمایید بنده باید کجا برم؟ بلیط منو بگی برو اصفهان، آب و هواشم خوب است. پس آقا بفرمایی الله سوار شو. بباره بابا یالا بیا سوار شو. باز دستور میده؟ من نمیام خانم. ای بای خواهشنم، بیا سوار شو.
دی برام تو حرف نزن. بالاخره تکلیف ما چی میشه؟ ما دو سه ساعت منتظر ما باش، ما برمیگردیم. بفرما. آی مرده با دست این مسافر ارفانی. برو کنن نره خر، برو دیگه. کلید انگشتر رو بده. کلید انگشتر دیگه چیه؟ باز تو حرف زدی؟ من نمیام خانم، نمی. بهرام ده حرف نزنده. پس میفرمایی بنده چیکار کنم؟ فشم؟ بله دیگه. برو کنار. خبر چه؟ من مریضم. این دیگه که پسرم؟ اینه. این لاننده منه. چی داره بیکی؟ اینه، این بهرامه. آقای سردار اجازه بدیم خودم حقیقت بهتون بگم. من نامزده. این نامزده. نامزده اون خانم پرستار. چی؟ نامزده؟ خانم پرستار اومده تو اتاق من چی کار میکنه؟ لاواد اومده نامزد بازی رو کنه. میکنه. بله. آخه اونم پدر مثل همه ما. جای نامزد بازی نیست، برو بیرون. بله برو بیرون. آدم جلوی مرده نمزد بازی میکنه. چی؟ منظورم اینه که آدم جلوی مریض که نمزد بازی نمیکنه. برو تو باغ به اون گمدگی. بله خواهش میکنم آقا. خانم پرستار ممکنه خواهش کنم با نامزدتون برین تو باغ؟ بله البته. بله بریم تو باغ. گوشه باغ، تای باغ. بریم تو باغ. باغ به اون گمدگی ول کرده اومده اینجا چیز میکنه. چرا با مهتاب قهر کرده بودی پسرم؟ آخه اذیتم میکنه پدرم. تو باید دیگه اینجا بمونی پسرم. چشم، حالا که اصرار میکنید میمونم پدرم. بطب برو بهترین اتاق و در اختیارش بگذار. ولی آخه این خونه دیگه مال خودش، برو جونم. آخه این نمیتونه اینجا بمونه. چرا نمیتونم بمونم؟ میمونم. بیا بریم عزیزم. مگه نمیدونی نباید بالا سر مرده چیز مریض نباید اینقدر وراجی کرد؟ اتاقم کجاست؟ چه معطل؟ ببر نشونش بده دو. بیبریم عزیزم، بیبریم اتاقمو نشون بده. بیبریم. خب حالا که نامزد علکی شدیم اجازه بدیم این گلو به شما تقدیم کنم. متشکرم. پس اجازه بدیم منم این گلو به شما بدم. مرسی. ولی خدا کنه نامزدتون نبینه. نامزد شما چطور؟ فعلا که ندارم، تو نوبت خوابیدم. نفهمیدم اتاق سفارشی دو قبضه که پدرتون فرمودن همینه؟ بله همینه، بهتر از اینم نداریم. بله اینم پیژامتون، بهتر از اینم نداریم. قربان. دست شما درد نکنه قربان. سر شما درد نکنه قربان. شما چی باشی قربان؟ من آدمم قربان. خوبه شغل شما چیه قربان؟ بنده پیش خدمتم قربان. خاک بر سر قربان. چرا قربان؟ یه ساعت بیخودی دارم به این تعظیم میکنم. خب پس اتاق بیترزین نداری؟ نه خیر. پیش خدمت بیترزین هم نداری؟ نه خیر. بی جامعه بیترزین هم نداری؟ نه خیر. این کلید اینم انگشته جاد داوادی دو من رفت. یه دقیقه صبر کن. خیلی خب حالا میرم یه اتاق بهتر برات تهیه میکنم. این پیش خدمت هم عوضش بکنی. مگه من چه بیدارم قربان؟ تو نصفه قربان. حاضر شدی عزیزم؟ آره. لباسم چطوره؟ خوبه، هرچی تو بپوشی برد میاد. حال پدرم چطور؟ بد نیستن، خوابیدن. شما کجا میریم؟ میریم کاباره کازبا شام بخوریم. اگه پدرم سراغ منو گرفت فوراً به من تلفن بزنیم. خیلی خوب. خداحافظ. خدا. چرا اینجا وایسین هوا میخوری؟ داشتم بهرام و مهتاب خانم رو نگاه میکردم. کجام؟ پچه من نمینمشون. نکنه رفتن لا درخت ها؟ نه رفتن کاباره. چی باره؟ کاباره رفتن. رفتن شام بخورن و برقصن. برقصن؟ غلط میکنه اون گردن کلوف با نومزد من برقصه. الان میرم همه چیز رو سردار میگم. سردار تازه الان خوابیده ناراحت میشه. من میدونم کجا هستن. اگه بخواین من شما رو میبرم پلوشو. بفهم بریم. آخه اینجوری که نمیشه، باید بریم لباسمون عوض کنیم. الان میپوشم. بهده سوخته رفته با میمزدی من برم.
برسید. بریم. نمزدم و تنه بذارم. حال شما چطوره؟ خانم بفهم بشین بفرمایید. مهتاب خانم معذرت میخوام، من برای اینکه ایشون حقیقتو با آقای سردار نگم ناچار شدم بیارم ایشون. دیگه از دست تو حوصله‌ام سر رفته. جهنم، روزی 200 دیزی سر بره بذار حوصله تو هم سر بره. حال تو خوبه؟ یالا فلان شاس اینجا برو بیرون. اومدی اینجا چیکار؟ تو اومدی اینجا چیکار؟ یالا برو بیرون. حال شما چطوره؟ من با نامزدم مهتاب اومدم. منم با نامزدم آفتاب اومدم. حالتون خوبه؟ گفتم مهتاب نامزد منه، میفهمی یا نه؟ این کته اگه راست بگو نامزده ببینم. دیدی نداری؟ خلاصه فرمازی دروغ میگه. حالا نامزده من میبینی چه گنده؟ خانمو میبینی؟ درست مهتاب خانم؟ حال شما چی دارد؟ حالا که معلوم نیست کدوم یکی از ما نامزد شمایی، من رفتم. منم بلد خره ما نفهمیدیم نومزد اصلی کدوم. همین ثانی است بزنین دخلشی بیارین. خب 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 من خودم تنه پدرش در بیارم. خب 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 مارا تنه خودشو در رم بیبینمش پدرش در بام بو سه خوب دی.
قلبم قصه خفته
اینجا رو ببینی پدر دامم افتادی نهان و این طور چه معلومه اسم نومزده شما خیلی به شما علاقه داره دا برو تو پرستار به عوض پدرتون داره از نومزدتون پرستاره میکنه نهان مکن دل به من چه تقلایی هم کنه دل نهادی همچه آتشم بس چه سرکشم بس که فتن دارم مرمری تنمش به گرمنم چون گل بهارم خسته نباشی تو هم اومدی؟ نمیخوایم برمیگردیم تو همین حالا میتونی برگردی اما قبل از اینکه برگردم یه بدهی به شما دارم اجازه بدین تقدیمتون کنم چه بدهی؟ الان خدمت رو عرض کنم زهرمار بله قربان این چی چیز دادی من پوشیدم این مال پدر بزرگ آغاز قربان شده بزرگ آغاز پس اون چی تو پوشیدی این مال خود آغاز قربان من خلقم تای میشه توی اتاق کوچیک نمیتونم بخوابم این اتاق خیلی خوبه قربان قبلا مال بنده بوده قربان اصلا برای تو زیادم بوده تو آدم حساب نیستی که من میرم تو اتاق اون اتاق مال خانم پرستاره ای پرستار همونجا پیش سردار بخوابه شما دیگه خسته شدین برین بخوابید اگه لازم شد من صداتون میکنم متشکرم شب بخیر شب بخیر جونم شدم تا اومدی بسته دیگه خودتو به خواب نزن بلند شو بلند شو وسط مشروب بردم نکنم چی به تسکتی سیرا میگم بلند شو خانوم پرستار مامانی من میخوام راجع به آیندمون صحبت کنم
آینده شیرین زناشوییمو. چی میخوای بگوی عزیزم؟ عزیزم، میدونی چقدر دوستت دارم، همسر آینده من. میگه مهتاب خانومو دوست نداری؟ دوستش داشتم، اما از وقتی که اون مردی که یه بیشور گردن کلوف نامزد علکی شده ازش بعدم اومده. اجازه میدیم ببوسمه؟ آره عزیزم. بده من لبو. بیا این لب. بای بابا یامان مرکه زده سوخته اومده منو باش بکنه. کجا هسته؟ ده بیا نامم بچم بکن. ده بیا پدر سوخته. میخوای چه خبر شده باشه؟ نصف شب این نره خر اومده بالا سر من. امشب توی خونه همه میرن بالا سر هم دیگه. من کجا بدم؟ منم برم. من میرم توی اتاق میخواب. می جنبیده بودم لبم و گاز گرفته بود. دست سوخته خجاله. سخونتون حاضره قربان. بفرمایید. چرا باید جلو دست من؟ ببخشید قربان. مذارت میخوام خوردم به دست شما. سخونتون حاضره قربان. یه بالا تخمه مرغ، نیمبو، مربا، پنیر، کره، چیره. من حالا بیه بالا تو. بابا بده من دست تو. قربان بفرمایید سخونتون حاضره. جهنم حاضره. با خودم خفه نشی. بیه بالا. بده من دست. بیه بالا. قربان من بفرمایید. بفرمایید سوخت. من نمیخواستم شما رو بندازم تو آب. گیر شدی؟ مهم نیست. من واتر پروفم قربان. بیا بده. اینا کی هست؟ مهتاب خانم و بهرام خانم. کجا میرن؟ خانم هر روز صبح یه ساعت میرن اسب سواری. اسب جناب سردار حاضره. اگه میل دارید شما بفرمایید. آره میرم. یالا برو ببینم. آقا من که اسب سردار نیستم. از کجاست؟ سر طویله. بیا بریم. ماشاءالله چقدر خیلی شما. خوشی قربان. شو سوار کردن ندارم. قربان مثل اینکه شما سواری بلد نیستی. قربان شما من بلد نیستم. من خودم یک سوارم. یک سواری. خب بفرمایید. ببین چه جوری سوار میشه. بفرمایید. برو گم شو برد. اینم که از تو. دست ما. شما که یک پیاده شدین. بفرمایید. حالا دیدی. بره سر تنش از این قربان سرش اون بره. سر از اون بره. پاش پرد کنی تو. بدی من دستو. نمیخوام بدم. دستو بدی. نمیخوام. پایش میکنم. خیلی خوب. حالا هی کنیم بریم. یالا. یالا برو نه. یالا. دوباره دیگه. یالا دوباره. برو صاحب مرده. آقا خواهش میکنم به اسب سردار بی احترامی نکنید. ایشون غیر از اسبای دیگه با شخصیت هن. نکنه اینم سردار سنگوب کرده. شما اجازه بدید من همین الان براتون راش میندازم. جناب آقای اسب گوشتون به عرایض بنده هست؟ خب آره. آقای اسب تقاضا میکنم آقا رو ببری و زود برش گردونی. مرسی. تو چند زبون بلدی؟ سه چهار زبون. برو بینم. هی هی یلا بینم. به سلامت آقای اسب. تو باید حقیقت به پدرت میگفتی. آخه اون موقع نمیشون. خیلی خب بیگه نمیشون. کیف این هوا نیست. فرهاد دلش کن بابا. نه ممکنه بره همه چیزو به پدرم بگی.
میرم دنبال سرنوشت و زندگیم، میرم جایی که یه جو حقیقت وجود داره. تو حالا نباید بری، پدرم بیدار میشه باز تو رو میخواد. من نمیتونم بیشتر از اینجا بمونم و شاهد دروغگویی و ریا و تزویر باشم. مگه چی شده؟ شما چی میفهمی؟ کسی که تو کادیلاک به دنیا بیاد و صاحب میلیون ها ثروت باشه، احساسات دیگرون براش معنی نداره. فرهاد نرو، من هنوز به تو احتیاج دارم. پدرم الان بیدار میشه سراغ تو رو میگیری. بهرام خان خدمتتون هستم. مطمئن باش وقتی پدرت حقیقت رو بفهمه به داشتن دامادی مثل بهرام افتخار میکنه. خواهش میکنم بذار باهات حرف بزنم. خواهش میکنم ولش کن بذار بره مزاحمم. اصلا اینو از کجا پیدا کردی؟ اون هر کی هست از دلش حرف میزنه. بسیار خوب، مزاحم نمیشم. عصبانی شدی جو؟ نه هیچ، ناراحت نشو، اصلا وقتی تو دارم هیچ وقت عصبانی نمیشم. مهتاب خانم، پدرتون شما رو میخوان، عجله کنی. الان لباسمو عوض میکنم میام. بابا شماره من دبولی نکن. بابا خدا بزن رفتم اسلام. خدا بمیری وایس ببینم. نمیتونم وایس ببینم. هیچی ببینم تحمل نمیتونم کنم. من از روز اول میدونستم که اینجا نتیجه ای نمیگیری. برو بابا، برو اصفهان بچسب به کار و زندگیت، اونجا برات بهتره. خوش اومدی بابا، به خدا سپردم. برو جانم. این نسخه رو فوراً بدید بهش. بسیار خوب. حال پدرم چطوره دکتر؟ حالشون بد نیست خانم، خیلی بهترن. سلام پدر، حالتون چطوره؟ دخترم، میدونی دکتر تا امروز به زور دوا و اکسیژن منو نگه داشته، اما دیگه حس میکنم امروز آخرین روز عمر منه. نه پدر، این حرفو نزنی. دلم میخواد تا زنده هستم هر روزیه تو با فرهادو ببینم. ولی پدر، تا شما خوب نشین من عروسی نمی کنم. اگه میخوای خوشحالشم، همین امروز باید مراسم عقد تو انجام بشه دخترم. مهتاب خانم، بهتره قبول کنید. مهتاب خانم، هر پدری آرزو داره عروسی دخترشو ببینه. بیاین عجله کنید. آخه اون رفته دیگه بر نمیگرده. اگه شما دنبالش برین اون بر میگرده. من میدونم اون شما رو دوست داره. برید. عجله کجا رفت؟ به اون چی کار داری؟ میشه منو با ماشینت ببری این نسخه رو بپیچم؟ به شرطی که بعدش هم با هم بریم یه جایی یا قهوه بخوریم. باشه بریم. آقای فرهاد مسافر اصفهان، فرهاد مسافر اصفهان، بابا نیستش، برو همیشه لنگینی. نگرده بابا نگرده، همینطور دستور میده بهش بره. مگه نه اینی من اونجا وایستادم؟ بابا صد دفعه دادم اسم شما رو گفتیم جواب ندادی. اگه داد بزنی که من میشنفتم. داد زدن نمیخواد، ملایم بگو مسافرات سوار بشم هم سوار میشه. خیلی خوب آقا، بفرما سوار شد. بلندتر بگو آدم بشنفه اقلا. عجب، بفرما این سوار شد. من که چیزی نشنفتم، اصلا صداش در نمیاد. گردم برو. فرهاد، فرهاد چی شده؟ لابد باز پدر سراغ منو گرفتی که برگردم خونه. نه این دفعه نمیخوام به خاطر پدرم برگردی، خودم میخوام برگردی. من دیگه نمیتونم تو اون خونه بیام و آلف دست شما باشم. آدمای مثل شما فقط به خودشون فکر میکنن.
احساسات دیگرون براشون ارزشی نداره. باور کن اینطور نیست. حقیقت چیز دیگه ایه. تو خونه شما حقیقت وجود نداره. چرا؟ داره. حقیقت اینه که خودم به تو احتیاج دارم. بفرماسو باش فرهاد. متشکرم. ایوه ماک مگه مفت است؟ چه خبره؟ قربان، آقا برای انجام مراسم عقد همین الان تشریف میاره. بسیار قربان، خیجتم لباسه عروس خانم آوردن. بیان ببینم. بیان تو. همشین ببخش آخ بری که بری که داره تقدیر شما خانم بوخ بز بگی چشم نداری خانم چرا چادر چاخ شد رو سر من میکنی بعد سر من چاد سلام علیکم بیا جلو پسرم چشم بدارم بیا او پسرم بنشین چشم بدارم چیزا اجده ها تیز است بنشین میل دارم همین حالا تو با مهتاب عروسی بکنی پسرم چشم پدرم چی پدرم؟ تو خوشحال نیستی پسرم؟ چرا پدرم؟ شما مطمئن پدردون اینجاشون چیز نشده؟ بله کاملا مطمئنم چرا عجله نمی کنی پسرم؟ من دارم عجله می کنم پدرم اما بعدیش اینه که مهتاب دختر شما عجله نمی کنه اتفاقا عجله من از شما زیادتره چرا بایستید به هم نگاه می کنید؟ آخه همینطوری چه نمیشه با دختر شما عروسی کنم شما هنوز خانواده من ندیدین اونا هر کی باشند مورد احترام منند آخه حقیقت زندگی من چیزی دیگه است حقیقت زندگی تو در خودت خلاصه شده و خود تو رو هم من پسندیدم پسرم خیلی خوب اما من باید اول از پدرم اجازه بگیرم و اونو که باید شخصا بیاد اینجا و مهتاب از شما خواستگاری بکنه کجاست؟ اصفهانه؟ نه اتفاقا همینجاست نزدیکه چه بهتر برو بیارش عجله کن آخه زود باش پسرم چشم پدرم چیکار کنم چی؟ من بیام دختری سردار اقتدار رو واسه تو خواستگاری بکنم مگه دیوونه شده ای پسر؟ نه پدر سردار دیوونه شده که میخواد این کار بکنه اون هم خودش راضی هم دختره ممکن نیست اونا میخوان تو دست بندازن آخه چطور میشد قبول کرد سردار اقتدار راضی بشه دخترش بده به پسر یه باغ بود درست است بابا منم به اونا گفتم حقیقت زندگی من چیزی دیست گفتم شما خانواده من هنو نیدین گفتن اهمیت نداره من که باور نمی کنم بابا میدونه حقیقت چیه سردار در مرگ است بی خودم از ما خوشش اومده میخواد دخترش بده من که بعد از مرگش تنها نباشه ما ازش نگهداری کنیم فهمیدی تو هم مانع سعادت من نشو بلند شو زودتر لباس پلو خوریادو بپوش بریم پیش سردار از دخترش خواستگاری کن بلند شو تا تنور گرم است یالا بابا همه چیز مرتب باشه که وقتی پدر داماد عزیزم تشریف میارن ازشون خوب پذیرایی بشه همه چیز مرتبه قربان بسیار پدرم اون پدرم اجازه میخوام بیان تو قدمشون سر چشم تشریف بیارن برید با احترام واردشون کنید اون پدرم بفرمایید تو
سلام. خوشم. پدر تو اینه؟ باغبون من؟ بله. پس تو پسر مسیح الله باغبونی و خودتو به جای یک ملاک به من قالب زدی؟ بیشور حق باد پس فطرت؟ این مردی که یه بیشور پدر توه؟ تمام این مدت تو منو حالت دست خودت کرده بودی؟ برید گوش از جلوی چشمان دوشید، برید بیرون احمق. جناب صدر خواهش میکنم عصبانی نشید، برای قلبتون مضر. عصبانی نشید خواهش میکنم. آقای پیر خرفت احمقم، حالا دیگه اینقدر جرأت پیدا کردی که بیای از دختر من خواستگاری کنی؟ مردی که نمک نشناسه حمال؟ چرا وایستادی؟ گفتن این کسافت را با تو سری از خونه من بیرون کنی. برید بیرون. به پدرم دست نبست. برید بیرون، بیرونشون کنید اقبازانو. برو بریم. آی قلبم، آی قلبم. دراه محقت کردی و با یک باقبون زاده نامزد شدی. پدر حقیقت غیر از این چرا تقصیری نداشت؟ نامزد حقیقی من کسی دیگه است. من حالا همه چیزو براتون میگم. از خونه سردار میتونم برم، اما این گله رو چجوری میتونم ترک بکنم؟ بس است بابا. سی سال است تو این خونه زحمت کشیدم و تو باعث شدی که با خفت و خاری از اینجا بیرونم کنم. عیبی نداره، تو بهتر از من اینا رو میشناختی. بیا بریم. ببینم اینا کجا میرن؟ آقا دستور دادن پدر و پسر جفتشون از خونه بندازیم بیرون. قربان باش. پس فرهاد پسر این باغونه بود؟ خوشحالم که بالاخره همه چیز روشن شد و به جای اون باغبونزادی کثیف تو عیانزادی اصیل و شریف داماد من میشی. آرزو دارم تو دخترم مهتاب و خوشبخت بکنی. ببینم آقا برای مراسم عقد آمده. برای انجام مراسم عقد تشریف آوردن. بو تشریف بودو بیلیم تشریف آوردن. خانم ها خیلی متشکرم، لطفا یه دقیقه بفرمایید بیرون. بفرمایید.
یا الله یا الله سلام علیکم سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم رشید خان عموم حالش چطوره؟ الحمدلله قربان الحمدلله حالشون بهتره اجازه فرمودن مهتاب خانم امروز عروسی بکنه متشکرم چطور شده؟ تمام نقشه همون با هم خورد مهتاب قرار امروز عروسی بکنه اما یه جون سخته هم هنوز زنده است یه راه دیگه هست چه راهی؟ ببین اگه همون این دختره رو نداشته باشه وارث ثروتش کی میشه؟ خب معلومه بابام خب بچه رو کلک دختر همون تو نکنی ها؟ آره راست میگی عروس خانم بالاخره نفرمودی برای ازدواج با آقای بهرام جهان ملک راضی هستی؟ بله مبارک است این شغل جناب سردار تشریف آوردن تعظیم از میخوانا قربان یا الله مبارک باشه فرزندم امیدوارم هر دوتون خوشبخت باشید چرا تو رو صورتت انداختی دخترم ها؟ آخه خجالت میکشه قربان خجالت نداره بیا جلو میخوام ببوسمت دختر عزیزم چی؟ خانم پرستار؟ این دیگه چه حق بازیه؟ تو چرا لباس دخترم رو پوشیدی؟ مهتاب خودش اینجور خواست مهتاب غلط کرد برخلاف میل من رفتار کرد کجا سالا؟ رفت دنبال فرهاد اون به من علاقه ای نداشت غلط کرد بدون اجازه من رفت همه چیز تو این خونه برخلاف میل من انجام میگیره اون پسر چه لیاقتی داشت خواهش کنم عصبانی نشید قربان براتون خطرناکه چرا باید دخترم هم بره دنبال یک باغبون زاده چرا؟ آقای سردار عشق دیگه سرمایه دار و گدا نمیشناسه همینطور که من عیانزاده ترجیح دادم با یه پرستار زندگی کنم دختر شمام یه باغبونزاده رو به من ترجیح داد و رفت دنبال دلش با این سرعت کجا داری میره؟ نمیدونم دفتر تی وی تی رو تو چکار کنه؟ بالاخره معلوم میشه خلوت و مناسبه بهش برس همونجا کلکیشو بکنه جلو ماشین من خانم این چجور ماشین روندنه نزدیک بود همه رو نفله کنی ببخشین آقا فرهاد بیا پایین کارت دارم باز دیگه چه کلکیه خواهش میکنم بیا پایین نمیام پایین همینجا خوب است فرهاد از تو خواهش میکنم لا بشین سری جات مشهد الله با خود شما هم کار دارم خواهش میکنم بیاین پایین نه ما با شما هیچ کاری نداریم آقا جون بفرم پایمینین چی کار دارم اون کار زندگی داره بلند شو یه دقیقه بریم پایین بابا ببخشید آقای رانند هر کاری دارین زود با شما با سر موقع برسیم ها چه فرماش داره خانم شما با چه روی میخواین با من صحبت میکنین یادتون رفت پدرتون با چه خفت و خاری من و پسرم از خونه بیرون کرد من از طرف پدرم از شما معذرت میخوام شما ها که اونو میشناسین اون جز پول به هیچی فکر نمیکنه اما من اون نیستم من پسر شما رو خیلی دوست دارم باور کنی این دوستی فایده نداره شما عیونزاده هستید پسر من باغونزاده زندگی شما ها هیچ وقت سر نمیگیره همونطور که بعد از 30 سال خدمت منو مثل یه سگ از خونتون بیرونم انداختین یه روزی هم نوبت پسرم میشه اینطور نیست به خدا اینطور نیست من میخوام با
پسر شما عروسی کنم. فرهاد، لااقل تو حرفای منو باور کن، به پدرت بگو. پدرم گوش کن. اگه بخواد دلت به رحم بیاد و بری دنبالش، دیگه پسر من نیستی، یا من یا دختری سردار اقتدار. پدرمو ترک کنم. خداحافظ. دور زن قد بره میره. یالا بچه سواشین تقریبش کنیم. بله یا نه، ما کار زندگی داریم. در اینا همونا بودن. کیا؟ مثل همونی مهتاب و داردستش، همونا که میخواستن چند دفعه منو بکشن. الانم میرن یه سرانه مهتاب برسونن. امام مربوطیست، بیا بالا داریم. چی میگوی بابا؟ چرا ما مربوط نیست؟ بابا اینجا دیگه پای عشق و عاشقه این چیزا تو کار نیست. وجدان و مردونگی در میونست. ما باید این دختر بیچاره از چنگ اینا نجات بدیم. بابا شما یه کار بکنید، بلکه بتونیم دختره رو نجاتش بدیم. من چی کار میتونم بکنم جز اینکه اتوبوس برگردم؟ اونم که ممکن نیست مسافره اجازه بده. خانوما، آقایون، جونی زن در خطر است، همه دون ناموس دارید. خواهش میکنم اجازه بدید برگردیم، به کمک این زن بریم. یه انصافا چی سرم چرا ساکت نشسته این؟ یه زنی بیچاره جونش در خطره، نمیخوای نجاتش بدین؟ پس انسانیتتون کجا رفته؟ من که حرفی ندارم. منم حرفی ندارم. آره حق با توه. راست میگه بابا، برگردیم. فکر کنید خواهرتونه. برگرد بابا. آقای راننده برگرد، خودم پدرشونو در میارم. آره بابا، آقای راننده برگرد. حالا که ما با فقیر رفتیم، سب بشونه خواهش میکنم. زحمت یه خورده گاز بده. خاطر جمع باشه، الان مثل هلیکوپتر میرسم بالا سرش. سب بشه منه. یالا تونتا از پیچ که رد شد به پیچ روش. سب بشه نبینه. یالا بشینش دو باشین، دو باشین. بیا پایین بینر. چیه پایین؟ خوشگله. بیا پایین. شرف دیگه پایین. یالا دیگه بیا. شما جدن کنی. یالا زود باش. همون آنت باشین کشترش بیرون. کارم بکنم. یالا زود باش پیش برس. بچم نکن بسه به کارم برستم به. کنیم بگرد کم دوشم برو الان بیرستم. نه خود نه خود بیرم. مورا دیگه بابا تو انداختم تو بیرانه. دست من نمیتونی در این سفر بشه نمیدیم. دهنده هوارم زدیم به امید خدا. برو تو بیابون، اتوبوس نمیتونی بیاد. انداختم تو بیرانه. کره ما هم برم بهشون میرسیم. سفر بشه نمیدیم. چه می تو سفره داره میاد تو بالا. دیگه چیزی نمونده به اون برسه. تو بچم دیگه تو معلم
میگیرم شد صف بشه بنه. چه جوری برم بنزین تموم کرد؟ جلو بیا یا کسی رو صدا بکنی اینو میکشن. چی کارش داری؟ حرف اضافه چی چیه؟ به تو مربوط نیست، این دخترم رو خودم میدونم. ای آره درسته، تو پسر اون مهتاب خانم هست. من خیال کردم یه آدم بی پدر و مادری هستی. حرف دهن تو بفهم، برو گمشو. چشم، معذرت میخوام، نشناختم. خب خداحافظ شما، دست بده من برم. نه پایین، برو گمشو. خیلی خوب، چشم، چه بد اخلاق. خداحافظ شما. راستی ماشینتون پنچر شده، اجازه بدید شما رو با اتوبوس برسونم. بفرمایید. گفتم برو گمشو. خیلی خوب، الان میرم گم میشم. پسرم و دخترم و هستید، به من چه مربوطه؟ هر کار خواستین بکنید. پدر سوخته شیره ای برو بریم یالا برو دیگه چی داود همشه خوشحال نیستی عزیزم؟ او چرا؟ مهتاب نیومد؟ هنوز نه، ولی ممکنه با فرهاد برگرده. آقای سردار بهتره که شما اجازه بدین با هم عروسی کنن. ممکن نیست، ازدواج بایستی مطابق شئون خانوادگی انجام بگیره. حالا که حاضر نشد با تو عروسی بکنه، باید زن پسر برادرم بشه. زن پسرموش؟ بله بله، با اینکه ازش ناراحتم، اما هرچی باشه اون از سبقه خودم، اشراف زاده است. بفهمو جناب سردار، این هم آقای اشراف زاده است. چی شده؟
این پسر برادر شماست، همونو که تو جاده کارخونه میخواست شما رو بکشه. یه ساعت پیشم خیال کشتن مهتابو داشت. راست میگه احمد؟ بله پدر جون. معذرت بخوام امو جون، اجازه بدین دستتون خم شد. بندازیدش بیرون. برو بیرون، شغال مرده. بیاره بیرون، بره بیرون. احمق نالایق. خب خداحافظ پدر سابقم. صاحب 15 تا کارخونه و شخصیت و انگشتر جد آبادی و خیلی چیزای دیگه. نگرش دارید دیگه چی کارم دارید؟ برای این که از امروز تو داماد من هستی. من خیال کردم میخوایم حکم اعدام منو صادر بکنی. بسه دیگه. شنیدی پدرم چی گفت؟ شنیدم، اما یه خورده اشکال داره. چه اشکالی داره پسرم ها؟ رضایت اون پدرم شرطه. پدرم باید ازش معذرت بخواید. من ازش معذرت بخوام؟ بله، همونطور که شما شخصیت داری اونم باغبونو برای خود شخصیت داره. یدالله پدر داماد منو با احترام وارد خونه خودش کنید. زود باشید. بریم عزیزم. چشم آقای دکتر، حس میکنم حالم خیلی بهتر شده. عقیده منم همینه قربان. خواهش میکنم کمکم بکنید که لباسامو بپوشم برم استقبال پدر دامادم. چشم.